سلام دوباره برای شما تقدیم میکنیم. برگشتیم با دو مهمان عزیز ما در بخش ورزشگاه و یک مهمان ما از رای دور امروز تشریف آوردن. بله، مهمان های ما جناب استاد زمره گردیزی هستند که ترنر تیم ملی کانفوی افغانستان هستند و در کنارشون سید بابا سادات ورزشکار کیک بوکس مهمان ما هستند. سلام به شما، صبح بخیر، خوش آمدین. تشکر مریم جان، ما هم سلام های خدا و صبح بخیری خدمت خودتان، خدمت کارکنانتان و خدمت بینندگان تلویزیون تولو، چی داخل کشور هستن چی خارج از کشور، خدا کنن جور و ساعت سلامت باشن. زنده باشین، بسیار زیاد خوش آمدین، خسته نباشین. از دنمارک آمدین بخیر. تشکر ایمال جان. بله، از دنمارک آمدین. خوش آمدین. خوش آمدین. تشکر. جناب گردیزی صاحب، صبحتان بخیر. صبح شما بخیر. سلام عرض میکنم به شما، به همکارانتان و به کسایی که میال ما را از پردای تلویزیون طلوع تماشا میکنن. زنده باشین. سلامت باشین. و یک موضوع دیگر هم باید با شما شریک بسازیم که جناب گردیزی استاد سید بابا هستند که چند سال اینجا ورزش کرد سید بابا، پس از او باز دنمارک رفت، در دنمارک هم تقریبا 6 سال کار کرده در رشته خودش و امروز جناب گردیزی شاید بسیار خوش باشین که یک شاگردتان هم میبینین که قدر پیشرفت کرده و دستاوردهای بسیار زیادی داره. سلامت باشین. قسمی که از هنرمندا پرسان میکنن که کدام آهنگت از یاد دوست داری، بازی میگه که من کلش دوست دارم. بله، خب یکش بسیار زیادتر. ما تمام شاگردای ما دوست دارم، کلش نور چشمم هستن. سید بابا کسی بود وقتی که وقتی داخل 9 سال قبل داخل انجمن ما شد و ورزش شروع کرد، ما دمی سیمای زمیدم که یک بچه پریزگار با تقواست. بله، انشالله که میتونه دستاورده به افغانستان داشته باشه و بیرق سیرنگ افغانستان به احتساس بیاره. چند سال استاد شما بود یعنی وقتی که سید بابا به افغانستان بود؟ سید بابا 9 ساله بود، در کلب ما ثبت نام کرد. تا 12 سالگی پیش ما بود و از 12 سالگی باز رفت پیش فامیل خود در دنمارک و 6 سال میشه که فکر کنم 18 ساله شده باشه. حالا کشور دنمارک. آره، 6 سال میشه در کشور دنمارک است و اونجا همو رشته که زیاد علاقه مند بر جاست که ورزش بود و با یک سمی خواهم یادآور شوم که دو چیز میتونه افغانستان به جهانیان معرفی بکنه و به نام نیک. بل. یکی رسانه هاست و یکی ورزش. یکی را باید نادیده نگیریم. سید بابای عزیز، میخوایم از خودت هم بپرسم چی چیز خودت به قهرمانی ها رسان؟ چی چیز هم؟ اولش تشویق و فامیل بوده و تشویق استاد محترم استاد مرای گردیزی بوده که به این سطح البته رسانده، دعایش پشتم بوده، دعای ساز محترم و بله. و از دستاورده و مسابقاتتان بر ما بگویم. خب البته ما اول راجع به تمرین های خود بگویم. ما تمرین تقریبا قسمی که ساز خودم یادآور شد 9 سال پیش تحت نظر استاد مرای گردیزی تمرین کردم، 3 سال کانفوتو. البته باز بعد از او که البته مشکلات پیش آمد مهاجر کشور دنمارک شدیم، تقریبا 6 سال تمرین های خود اوجا پیش میبرم. البته کیوان یا کیک باکسینگ پیش میبرم اونجا. مسابقات راجع به مسابقات خود بگویم، کشور دنمارک مسابقه کردیم، کشور جرمنی مسابقه کردیم، سویدن مسابقه کردیم، اشتراک کردیم، بلژیم مسابقه کردیم، در اروپا مسابقه کردیم. بله، و این هم همه دستاوردهای داشت. بله، اون مدالای است که ازمو کشورهای اروپایی همه ایشا بردیم. بله. بله. گرفتن کدام مدال براتون خیلی دشوار بود در بین اینا؟ همیشه دشوارتر است. همیشه یک مسابقه میباشه که خیلی آدم به خاطر از او سختی میکشه. سختی میکنه. البته اون مدال برنزی است که پشت زمین پشت برنز بر اینی که تر بند آبی که داره. بله، اینی این در کشور جرمنی اشتراک کردم. البته از اون قسمی که در خودشم نشته است والد فایت سپورت، از تمام اروپا آمده بودن، اشتراک کرده بودن بچه های ورزشکار و البته از آسیا هم بودن.
که توانستم مقام سوم بگیرم در جام جهانی. سلامت باشین ایمان. و از کپا و کمربندی که به دست این کمربندی را که من بردم در سال 2016 البته داخل کشور دنمارک تقریبا 8 نفر بودیم در یک وزن 55 کیلو که توانستم همیشان ببرم و کمربند ببرم. بله. و این کپا که میبینید این کپ بزرگ است، البته در کشور دنمارک 2015 دو سال قبل یک قهرمان بود در وزن خودم کشور دنمارک که توانستم شکستش بدم و او کپا ببرم. زنده و سلامت باشین، آینده خیلی خوب براتون آرزو داریم. تشکر ایمال خان. سید بابای عزیز. تشکر. و بخیر که پس دوباره رفتین، با یک خاطره خوب از افغانستان بریم. بسیار تشکر. میریم بعد طرف وقفه، پس از وقفه در ادامه برنامه بامداد در بخش متن زندگی و با موضوع ما هم امروز بحث روانشناسی داریم، با ما باشین. الهم وقفه داریم.